دیگه لا لای حیوان بز مار توتی شترمرغ بوزمار خرگوش اینا کانگورو اینا که چیز میذارن پرکیپاین چیه جوجه تیغی خب اینا اتس یه روزشون بود یه روز دیگه شم اولش که شما حرف زدیم زب شد آره آره اون یه روز دیگه هم رفتیم خیلی شانسی خیلی رندوم ما هتل اون چسبیده به یک نمایشگاه ماشین خط تیره موزه تور بود آها اه هتلتون نزدیک بود هتلمون چسبیده به اونجا بود آها اینم دیگه تو پنجرهمون ما سمت راست اینجا میدیم می‌دیدیم من واقعا اه... چیز بود تقدیر بود چطور بود هتل چطور بود هتل خیلی, خیلی خوبی, خوبی بود. نو بود نو بود یعنی یک ماه نو, نو. به فرزا گفته بودن فرزا انصابت کرده بود تازه رو انداخته بودن هتلو که خورده بودن به کووید خیلی مهربون و مهمان نواز و اینا من سریز. فقط یه نکته بگم در مورد هتل دیگه شما بود تا برید هتل صبحونه داشت و ما هم با فرهاد بودیم دیگه هیچی نمیگه <تصح> چه تایی <تحید> داره <تصح> <تصح> مجانی بود هتل صبحونه <تصح> روش بود دیگه مگه همیشه روش هتل صبحونه بعضی موقع نیست نه از منظورش بافی بوده ولی نه همیشه <بت Patterns> م... هم نیست یعنی تو اون فرهاد هم بود نکته آره <ıkles> نه نه آره دیگه فرهاد بود با بافه و اون هتل دیگه هتل قدیمی <naj Asian> نیست به قبر نمید حالا ماشینه رو بگم ما شانسمون که اصلا کناره این بودیم اینا هم هر هر سال تقریبا هر شش ماه بار یه ایونت خفن میذارن که مردم از تقریبا از سراسر آمریکا که نمیتونن بیان ولی سال پیش از آمریکا میمدن از همه جای کانادا میان اینجا جمع میشن یا چریتی مانند داره و اینا به ما داشتم تو تو ماشینای خفن خفن ما البته این امسال میگم یه کامل نبود چون قبلا مثلا بوگاتی کونیگ زگینام داشت بوگاتی نداشت با ما ماشین ن... کی رفتین فرزا خب. بعد ماشینم پس فردا داره میره لاچال روی مم. چال اه، یه ها دیدیم یه هلکوپتر اون وسطه یعنی انتظار نده توی ماشین هلیکوپتره هلیکوپتره تو یا بیرون تو این آره. رولش کرده بودن آره رول کرده آره؟ بودن. اه... بودن نه خب پاتو زدی به من هم هم خیلی بزرگ بود تو خود دیلش بود دلیشت. خیلی خوشگل بود حتما اگه کسی دوست داره و اگه این سمت هست این سمت ما میرید کلونا برید حتما این همشکه ماشین من آدامس نخوردم آدامس تو گوشی تو لحظه آخر که دیگه کسی استفاده نمیکرد گذاشتم اونجا میخواستم پانشم برم داره الان ایمان به من گیر میده چرا آدم گذاشت تو زرف میدونم کار <تص خرجم> رفتم میخوره میره دیگه جایزی نیست <تص> خودمون مردم میرید خونه مردم که چه خونه خودمونه اینو خاکی بکنیم خب همین خیلی خوب تو <تص> چی تو <تص> ما من... آقا من بند جا جور کردم و میتونیم بریم از شنوندگان خودکست خود پیدی کردم الان پیدی کرد. یعنی ای دیروز پیدی الان. شد گفتی از شنوندگان خودکست پیدی جدی درمشون گرد ما شنوندگان خودکست تو بند داریم آره کلگری یعنی شب میریم خونه هم حالا نمیده هر چهار تا <تصفح> سیبیل بتونه راه بده ولی خب تو رو درمستی بذاریم ما به پکیج ولی آره من خیلی دوست دارم بر اصلا دارم دیوونه میشم انقدر چیزای مختلف دوست دارم ولی توانایشو ندارم ساشو نمیذاره <تصفح> تو هم خوبی و مشکلی نداری و عشق و الان اکسایتیدی که ابزارو شروع کنی بعد نیست من یه یه موت اینطوری رفته بالا آنتنی چرا شو چیه دوباره موت پوینت نه مهم نیست جالب رفته بالا خب میخوای دکمه رو بزنی که اینکه سمون بک نشسته هیچی نمیگه از خواباتون رو که میگی نه خوابا که چی هفته پیش بعد از اینکه کوروش شما رو ماساژ داد ماساژ که نبود آره ما هفته پیش من یه لایو آشپزی داشتم بعد کوروش آمده بود اینا بعدش میخواست بره یه سری خونه اینا ببینه بعد من باش رفتم تو گوگیدان خیلی جالب بود ما هر جا می رفتیم رو فیلم که ما دوتا کاپلیم <applause> هر جا می رفتیم فکر می که بعد خیلی آخرش این طوری بود که مثلا بعد باب... کندید می گفتیم که نیستیم. ما نیستیم فکر <applause> از سامشن ها این طوری بود که نمیدونم چرا اطمانا مثل چندلر بود که یه وای کوالیتی یه میگن که داره منم هم همون کوالیتی آره اون وای بود داشتیم و ولی خیلی جالب بود رفتیم حالا خونه‌های مختلف می دیدیم اون موقع خیلی گرم بود و واقعا مثلا خونهایی که کولر نشه میرفتی توش قشنگ احساس میشد که مثلا این خونه مثلا آفتاب خورده و الان خیلی گرمه برای تازه مثلا خونه‌ای که میدیدی این خونه‌ای که آدم توش زندگی نکنه بازی مثلا گازی روشن نشده باشه کامپیوتری نباشه هیچ چیزی تولید گرما نمیکنه فقط اون آفتاب است <تص> خیلی اذیت باشه ولی رفته هم تا خونه دیدیم و جالب بود خیلی نه همه چی خیلی کم بالا هیچ چی خرید را... آره... آره نه برای یه is... ماه جاره <تصف catches> آره خرید که الان وحشت نکه کمیابی واقعا کمیابی من نمیدونستم کمیاب شده همه چی کمیاب الان کمیابی یعنی چون زود میخرن میرن چون تقاضا زیاده توری نمیمونه تو با قیمت گرون آره مثلا یه دونه تن تور بود دو تا کامپلکس تو کوکیدلام 80 تا هر کدومشون خونه بود سه تا خونه بیشتر نمانده بود تو سر 60 سمت شمال کوگیلان بود دیگه توی نمیدونم کجاست برگمنت <heads> برگمنت ام آره خلاصه الان کمیابی و اصلا قحتی داره توی ونکوور بیداد میکنه. الان اینجا دیگه هیچ چیزی نیست تو هر بخوایم بخرین حداقل یک ماه نه خوبه یه مثلا کولر رو من جالب بود رفته بودم چند روزی یه خانم میخواست کولر بخره بهش گفت حداقل یک ماه روزی دو تا دونه مثلا این که میگیرن هوا که خوب شد کولر بیاد ببرست آره هوا که اصلا چی نیست بعد روز تو شما میگفتم که قضا هست ما اینجا میخوریم خوب وگرنه بقیه کالا دو چرخه میخوایی نیست موب میخوایی نیست نمیدونم کولر نیست تلویزیون هم نیست تلویزیون هم نیست بسپای برید تلویزیونی که میخوای نداره پی اس هم که نیست قضا هست تا هست عشق هست تا هست ولی امنیت 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 اونم قابله آره اصلا افتاده به شوتینگ و اینا شهر خیلی و ازش خرابه ونکوور فکر کنم که لو پوینت ترین سالا گذروند از آز امنیتی نه کلا فکر کنم نرخ چیز رفت بالا همه جا خیلی داریم میشنویم شوتینگ و این چیز آره شما یه قیبت خونسا بکنم از ساختمونمون بگو یه پیش بینی دارم میکنم ما یه همسایه خیلی مشکوک داریم بله دیدم چون دیدم. نه اوشون خوبن بله آه. اه من خب حواسم به ماشینا هست همیشه میدونم چه ماشینی کجاست و کی عوض میشه و اینا <تصفح> یه همسایه داریم تا حالا امروز امروز صبح یک شنبه که ما اومدیم ده همین ماشینش رو عوض کرده و هفت تا ماشین پلاک نداشتن تا حالا خب شاید تو دیلشی نه کار خب خب نه 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 از کجا یه, یه سه تحقیقات انجام دادم راز بهشون بهشون اصلا نمیخوره دیلش <applause> سایز کفش گوش خب که من شاید یه کاری انجام میده با هزینه رو ماشین میگیره شاید ماشین چه جوریه سطح بالا یا نه ماشین خیلی میانگین ساید هاسلش اینکه میخوام بگم Uh, یه مدت که ماشین مشکل داشت اینا می‌خواستم ای بی رو درست کنم بعد می‌ذاشتم مثلا ماشین 600 ساعت باتریش خاموش میبود بعد میرفتم یعنی باتری قطع میبود بود بعد یه بار این 6 ساعت رو افتاد مثلا دو صبح بود میخواستم کنم دو صبح رفتم اینا هیچ وقت نمی‌دیدم این آقا رو و تیمشون رو دیدم با کیفای زیاد از یه دونه اون شاسی بلندای بی پلاک دارن میرن تو چیز توی آسانسور و خیلی عرق رو چهرهاشون ذره خونم نه فقط همین و من وایستادم یعنی وایستادم برن دوستان برن هر کاری دارن بکنن بعد من بیام اینه موش برم یه یکسان نداشتن نه نداشتن اصلا الان نمیخوام بگم از چه ملیتی اصلا هیچی فعلا نمیگم ولی فعلا خواستم اینو بلی که قد شد به ما میگه نه 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 میخوام میخواست گفتم که اینو بگم اینجا بمونه تا مشخص تا وقتی که اتفاق افتاد اشاره که ما لاتیر نریم ولی لاتیر که اشکال نداره من اصلای من پارکینگ من هی ماشینش عوض میشه ولی ماشین خفن هی مثلا هر بار که میری یه چیزی عجیب غریبه دیگه میاره میذاره اون هم خب بوده دیگه اون فروشه همسایه ایمان چی میخواستم بگم دیشب یه دونه فیلم دیدم خیلی خنده بود چی؟ هیچ اچ آی تی سی آره هیچ مال چیزه گفت وایس میگه رو یادم رفت ادم سنت نه با کمدیه سی آر اس یا پوستت ندیده بودی اسمیت من نه اره ویل اسمیت آره خیلی خنده قدیمی آره مال 2005 خیلی باحاله حتما ببینید ببین یه دو سه تا یومر داره قشنگ هیومره منو فرهاده <laughs> با هم ببینیم من دیدم دیگه دوباره نمیخوام نه میگم این چیزها رو با هم نه 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 اینو باید جدا آره دیشب خیلی خندیدم اگه که نهیدین حتما ببینیم فیلم رو با حالی هیچ فیلم آره بریم سر اپیزودمون بفرمایید دکمه ما رو بزن سلام اینجا خودکسه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و مامان سلام سلام جونم براتون بگی که ما دوباره برگشتیم با اپیزود جدید دیگه امروز دوباره اپیزود قبلی رو نگفتیم 293 بود این 294 آه... شد دیگه سه هفته آره آه... هاجی آه... جونم براتون بگه که برگشتیم با اپیزود جدید دیگه قراره که با اپیزود کارون ادامه بدیم چه خبر خوب خوش سلامت عشق ها آره بد نیست جدیدن چیزی نهیدی یعنی چی داری میبینی پیکی بلایندس آه هنوز پی... چند تا سیزنه چند چهار تا پنج تا چهار پنج تا هر کدومش چند تا اپیزوده کم هفتش تاست کنم هفتش تا چل پنج دیگه است آخرش یا آره من چهارم فکر اپیزود سه پس شاید یه فکر کنم پنج تا سیزنه ها سیگاری نشدی هنوز من مم. نه بعد دیدن پیک بلاین حالا با هم میخوای همش ولی خیلی کام میگیرن بابا اون سوپرانوس که میدیدیم دا همش داشتن قضا میخوردن نبود دیگه من خیلی احساس کم بود کردم تو شما همین گفتین قزو قزو قزو. اینا انقدر قضا نه یارو خیلی دیدی کامل دی دی بابا هر چی راه میرن کالباس میگیرن میخورن بابا همش دارن ساندویچ میخورن یا قضا یا رفتن پیش آرتی دارن تو رستوران قضا میخورن اکثر میتینگ ها تو رستوران اینجا اصلا قضا ندارن اینا قضا نمیخورن فقط سیگار و ویسکی احب. ام پس داری پیکی بلایندرز میگی شما جدیدن چیز دیگه ای من فرنز رو دارم میبینم خیلی باحال. برابر اول تو زندگیته آره آره. What's wrong with you خیلی رزیستنس عجیبی داشتم نمیدیدم الان سیزن چندی؟ اپیزود چندی سیزن سه رو دیشب شروع کردم وارد شدن دیدن یه سریا جا خودشون نشستن روی مبل تو کافی در بله بولیه ها آها انت... ها نه, نه 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 اون یکی 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 فهمید. من هم که شما میدونید که من عاشق تریلرم و بعد از اون فیلم رو ببینم ما یه چیزی گفتی من خیلی میتونست بد هم بشه یه فیلم دیدیم به نام دکال مال یه دونه در مورد یه خانومی هست که تو مرکزی که تلفن های امرجنسی بهش زده میشه آره. با. اونجا کار میکنه و خیلی باحال اتفاقایی که میفته کار. یه دونه دیگه دیدیم فکر میکنم تو کتگوری چیز باشه داکیومنتری نه فیلم داکیومنتری ان امریکن مردرر The Family دا. دا. Next Door اینو که گفت من یاده یه داکیومنتری افتادم فرات How hey to بس. make a murder من هیچ وقت مشکل کارون چی بود با اون قضیه همیشه میخندم بهش هیچ وقت حالا من نمیدونم اینو در موردش شنیدید یا نه خیلی فکر میکنم یکی از دارکترین داکیومنت یا فیلم هایی باشه که رو نتفلیکس بشه دید و اگر حالا همین دکار؟ نه نه نه, 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 نه. این این امریکان امریکان <applause> و اگر مثلا شرایط روحی و ایناشو ندارید اصلا نبینید ایمان که اصلا نبینه نه چون من خودم چند روز بعد چون واقعی هست یعنی در مورد اون شخصی که این کار رو انجام داده و خیلی بده نبینید اصلا در مورد دوم دو شما صحبت کردیم <hazen> مثلا میخواستین صحبت کنیم آره من هفته پیش صحبت سع... کردیم فکر کنم میخوای بگی چی چی بود خبر کوتاه بود آها آه تبریک میگم آها تبریک می... آه، و اینا برو آره گفت آخه نمیخوام بدم آهن ربایی هنوز نشدی آه. آه. نه نه <applause> دیگه چک نکردم مهدی یه ویدیو رفت مهدی, مهدی الکترو بوم خب یه ویدیو 58 سالگی رفت کلا جام کرد پروژه رو چی 56 ثانیه توضیح یه چسب زده بود پشت <تصفح> یه چسب <تصفح> دو سایده زده بود اینجوری صفر چسبید بعد در آورد گفت آب اندازید بره این حرفا رو دلیلش تعرق و چربی روی پوست اینا دست به دست هم میده با اون جنس شو. چیز با اون جنس حال فلز میچسبه بعد میگفت اصلا بعد چند تا آهن با آورد زد مثلا یه آهن رو خفنه بود که دیگه قاشق و نگه داشت گفت اگه قرار بود این پارتیکل ها تو بدن شما باشه که همتون الان مچاله بودی اصلا ما دیگه وجود نداشتیم همه گیر کرده بودیم به یخچال آره خیلی مهدی دیسه قشنگی کرد باری کلا زیار کلا کوتاه این تو دوستاش 57 ثانیه بود اول تا آخرش رو گفت و قشنگ بود چی چی شورت شورت اند سویت نه 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 یوتیوب شورت شورت میذاره من حرف ها بذارم که گفت کانسایز آه مثلا ریل آره یوتیوب شورت داره میتونی یه دقیقه اصفه کنم کلش میتونی بذاری چرا ما نداریم ما میتونیم بذاریم بچه خیلی احساس کنم یه راحت شدین باشه نمنده بگو بگم کارو یه رو خیلی وقت من اپیزود با سال شروع نکردم یه سوال بپرس برامونش کنیم الان میخوام با سوال شروع کنم و سوال اینه که تو حالا لخت شما رو کسی دیده؟ <تصفيق> بله <تصفيق> بله لخت فیزیکی منظرم نیستش <applause> بله. اصلا نه خیلی <applause> من فقط لخت فیزیکی میدین که من آدم نودیم نود پسندیه من خیلی خیلی درخواست نود دارم خب آره منظرم چیه لخت از این منظر که شما بدون هیچ مراعاتی تمام احساسات و احوالات درونی خودتون رو بیپرده در اختیار کسی قرار بدید <applause> لخت منظرم این بود بله که این فرنگی ها بهشون میگن توی حالت حالا والنربل قرار بگیرید و کامل خودتون رو بیرون بریزید و با کسی به اشتراک بذارید حالا چرا گفتم که احساسات و احوالات درونی نگفتم افکار نگفتم مثلا افکارتون رو همینجور که به ذهنتون میرسه با کسی به اشتراک بذارید گفتم احساسات و احوالات به خاطر اینکه حالا باور منه به محض اینکه فکر و منطق بخواد وارد کار بشه تمام اون فیلترهای زندگی ما از جمله اون آداب و فرهنگی که باش بزرگ شدیم و نه تحصیلات و تربیت و خیلی چیزهای دیگه درگیر میشه و به عنوان یه پوشش برای اون لخت بودن عمل میکنه یعنی باعث میشه که خود واقعیتون اونجوری صاف و زلال در اختیار کسی نتونید قرار بدید و حالا بیایم فرض کنیم که اون احساسات و احوالات درونی ما میتونن شفافتر خود واقعی ما رو نشون بدن این ادعایی هم من روی درست بودن این قضیه ندارم و میگم بیایم صرفا فرض کنیم که اون احساسات و احوالات درونی ما نماینده بهتری از ما هستن تا افکارات ما. افکار, ما افکار ما افکار ما و حالا قبلا هم گفتیم اون بخشی از مغز که مسئول حالا احساساته چند میلیون سال قبل از بخش منطق مغز به وجود اومده و چند میلیون سال بیشتر تکامل پیدا کرده و این احتمالا ریشه عمیق توی وجود ما داره تا حالا اون بود چیز بود منطق و فکر و حالا بیایم فرض کنیم که اون حالا بخش احساسات و در واقع احوالات ما بیشتر ما رو نمایندگی میکنه هنوزم ما تعریف درستی از اینکه ما کی هستیم نداریم اینا هنوز در راستای همون تلاش مذبوحانه که از قسمت قبل شروع کردیم ولی این فرض رو بیایم بکنیم حالا با این فرضی که انجام میدیم جواب سال من رو دوباره میتونید بدید که دخت شما رو تا حالا کسی دیده بل. بله 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 میخوایی خود جواب تو بدی؟ نه من جوابم نه ام. من قطعا جوابم نه بعد من حالا توی هفته گذشته خیلی به این داستان فکر کردم من توی هفته گذشته خیلی به اون قسمت قبلی که رفتیم فکر کردم اون که در ادامهش قراره چی بگیم و یه تشکرم بکنم همه کامنت هایی که اومده من خوندم خیلی هاشون خیلی در واقع جای فکر داشت و خیلی جالب بود بعد منم هم همزمان با شما ها داشتم فکر میکردم با اون مطالبی که نوشته بودید وقتی میخوندمشون جوابی هم که گفتیم هنوز نداریم صرفا میخوایم بریم بگردیم ببینیم که چه خبره خیلی جالب بود ولی حالا هفته قبل که اون اپیزود رفتم و همچنین کامنت ها می اومد و من می خوندم خیلی به این قضیه فکر کردم و هرچی بیشتر به این داستان فکر کردم بیشتر توی ذهنم پررنگ شد که چی که اینکه این, این سوال این که حالا من کی هستم یا چی هستم توی چه شرایطی و توی کجا از ما پرسیده بشه خب حالا قطعا هم این جوابی نیستش که من دنبالش باشم این چیزی که الان میخوام بگم ولی یه تحلیل اینه که وقتی از کسی میپرسی حالا من کیم یا چیم این جواب این میتونه یه تابعی از زمان و مکان باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا من سر کار با من کنار دوستان فرق دارم حالا من سر کار سه سال پیشم با من سر کار الان هم باز فرق دارم یعنی انگار اون حالا تجسمی که از من میتونیم داشته باشیم از خودمون میتونیم داشته باشیم میتونه حالا یه تحلیل ازش این باشه که تابعی باشه از زمان و مکان توی چه مکانی کنار دوستتی سر کاری کنار خانوادتی توی چه زمانی 15 سالته 20 سالته مثلا دو سال پیش الان این سوال اوکیه که ما مثلا من ایمان جلوی دوستام و جلوی مثلا یه سری دیگه از دوستام متفاوت باشم یعنی از لحاظ اخلاقی مشکل نره من حالا جواب اخلاقیشو نمیدونم ولی فکر کنم این اتفاقی که برای همه میفته <applause> نه من دروی هستم تلق... من هستم من اینطوری هستم که خب جلوی همست... بعضی افراد متفاوتم جلو بعضی راحت تری جلو بعضی نیستی میخوام بدونم که این چجوری در واقع برداشت میشه من فکر کنم طبیعی ترین حالات دیگه همه همین غیر این باشه عجیب بری به شما همه جا یه مدل باشه دیگه شورش در خب <applause> ولی باز اینا همچنان متفاوت از اینه که تو تصورت از خودت چیه اون تصور ما دنبال اون تصور از خود این فعلا ولی دارم میگم حالا یه تحلیل از اینکه من کیم میتونه یه تابعی از زمان و مکان باشه و یه از یه منظر دیگه این که چه کسی پاسخگوی این سوالم بی نهایت مهمه خب یعنی هرچند مطلوب من اینه که جواب این سال یه جواب واحدی باشه که همه جا کار میکنه ولی در عمل اینطوری نیست مثال میزنم حالا از پدر مادر من و ایمان بپرسید مثلا بچهتون چجوریه یه نظری دارن از فرهاد و فرزاد بپرسیم یه نظر دیگه مهم. ما کیم درسته؟ آره اون او آدمی هم که داره جواب این سوال رو میده خیلی مهمه آره هفته پیش هم یه مقدار صحبت کردیم بالاخره از بیرون همه به عمق ما که دسترسی ندارن هر کسی حالا به واسطه سطح رابطه‌ای که باشون با داریم به یه سطحی از ما دسترسی دارن و جواب این سوال رو بر مبنای اون سطحی که بهش دسترسی دارن میدن و خب مثلا حالا شما بیننده شنونده ممکنه ایمان رو کسی ببینید توی اون اپیزود فرزاد که احساسش رو بروز نده یا مثلا من اونقدر نخندم ولی توی حال شرایط دیگه ما رو ببینید ممکنه متعجب بشید چون اون چیزی که شما از سطح و از بیرون دیدید ممکنه با حالا واقعیت درونی ایمان خیلی تفاوت داشته باشه پس این حالا این جوابه هم میتونه متغیر زمان و مکان باشه و هم میتونه وابسته به شخص جواب دهنده باشه بازم میگم این جواب مطلوب من نیست ولی خب این هم یه تفسیر و تحلیلی از اون سال من کیم یا چیم برای همین پرسیدم که لخت شما رو کی دیده چون اون حالتیه که در واقع شاید به اصالت شما نزدیکتر باشه اون حالا شرایط آسیب پذیر بودن خارجی ها میگن والنربل بودن تا مثلا افکار شما به محض اینکه ما بخوایم افکارمون رو داخل کنیم دیگه هزار مدل مراعات در واقع قاطی کار میشه من مراعات یه چیزی رو میکنم ملاحظه فلان چیزی میکنم حرفی که میزنم باید از لحاظ حالا سیاسی درست باشه چیزی نگم که کسی رو ناراحت کنه نمیتونم رفتار بعدی نکنم رفتارم باید منطبق با اون فرهنگ باشه اینا همه با فکر میاد <applause> ولی اون حس درونی و اون حال و روز شما اون به نظر من میتونه نماینده جالبی باشه از اون کسی که ما هستیم واقعا میکروفون جا جا او تو دستت هم دست, دست میکنه برای اپیزود دست. باید میووردیم چیز رو فکر کنم سپایی دارم من اصلا میخواستم از هفته بگم من اپیزود نمیتونم بنویسم بعد به زدم رسید بنویسم با کامپیوتر بفرستم برای فرزاد بعد اون پرینت کنه به من بده میشد آره چجوری نوشتی دو. اوکی بود آه. سختی نه یه ذره چیز بود اوکی شد بعد آه. براتون بگم که آره حالا من اینجا میخوام یه فرضیه رو مطرح کنم خیلی ممکنه کانتروورشال باشه خیلی برانگیز باشه با توجه به جوابی هم که شما دادید فرضیه من اینه که نه تنها لخت ما رو نزدیک ترین آدم های زندگی پدر و مادر خواهر برادر پارتنر ندیده که شاید خود ما هم ندیدیم و این مورد دومش در رابطه با خود من صادقه یعنی من اون حالت حالا اون شرایط واقعی خودم که به نظر من میتونه به اصالت نزدیک باشه من حتی ممکنه با خودم هم راحت نباشم که به اشتراک بذارم چه برسه به بقیه این فرضیه منه خیلی از ماها به نظر من ممکنه که اصلا اون حالت رو با بقیه به اشتراک نذاشته باشیم حالا جلوتر میگم چرا اه اه به این خاطر که در واقع ما ممکنه انقدری توی اون نقشی که محیط بیرون به ما داده فرو رفته باشیم و انقدر خودمون رو بر مبنای اون نقش تعریف کرده باشیم که اصلا به خودمون اجازه ندیم واقعا اون احساسات و عواطف خودمون رو حالات خودمون حالا نروز ما عواطف رو راحت و بی پرده بیرون بریزیم و تصدیق نکنیم که توی چه شرایطی هستیم نه جلوی بقیه توی یه سری شرایط خاص حتی ممکنه جلوی خودمون هم این کارو نکنیم <applause> مثلا چون یه پدر خانواده ای که توی فرهنگ ایرانه ممکنه هیچ وقت نتونه احساساتش رو راحت بروز بده مثلا گریه کنه چرا چون تو فرهنگ ما که مرد که مثلا گریه نمیکنه مثلا سرپرست خانواده اصلا بحثه که چرا سرپرست باید مرد باشه ولی حالا سرپرست خانواده نباید ضعیف باشه و گریه نماد ضعف میتونه باشه یا چه دوباره تو فرهنگ ما یه خانم ممکنه حتی توی خیالات خودش هم نتونه تصدیق کنه که ممکنه خیلی نیازهای جنسی پیشرفته ای داشته باشه چون تو فرهنگ ما این بده یا یه کسی که فرهنگ جامعه در واقع بهش نقش یه انسان موفق قوی رو داده ممکنه این خیلی با درونش فاصله داشته باشه ممکنه وقتی که قوی و موفق نبوده رو اصلا نتونه به بقیه نشون بده جلو خودش هم نتونه نشون بده چون اونقدری توی قالب اون نقشی که از بیرون به ما داده شده فرو رفتیم نمیتونی واقعا لخت باشیم جلو هیچ کسی بگو به احساس میکنم مثلا اینطوری نیست که مثلا من تصمیم میگیرم که جلو یک نفر تمام احساساتم رو داشته باشم احساس میکنم مثلا لحظه ایه شاید به مدت مثلا ده دقیقه تمام گاردات مثلا اومده پایین تا جایی که در خودت کانشسی بهش ها. یعنی خودت فکر آدوان. میکنی آگاهی بهش تمام گاردو تو آوردی پایین مثلا یه لحظه ای رو با یه نفر به اشتراک گذاشتی که اون موقع مثلا واقعا وانربل ترین یا مثلا شکننده شکنند ترین لحظه زندگیت بوده ولی فکر نمی کنم هیچ وقت اینطوری باشه که تو بتونی با یک نفر همیشه مثلا بدون گارد برخورد بکنی یعنی بعد من نمیتونم نه اصلا بحث همیشه بودن چیز من حتی سالم اینجوری بود که یه بار اصلا شما یه بار هم شده که اینجوری باشید امه. برای خود من جوابش نه حالا جواب شما فرق داره ولی بحث این نیست که نه دیگه همیشه هم مثلا 24 ساعت روز هم. که همچین اتفاق بیفته ولی به نظر من حتی همون یه بارش هم میتونه ارزشمند باشه دیگه هم. ولی بازی مستلزمه اینه که شما با خودتون راحت باشید که بعد اون نشون بدید و من اصلا, اصلاً من با خودم راحت نیستم که حالا جلو یکی دیگه بخوام اونجوری تاجه میشی؟ آره میدونم چی میگم همون فرضیه هر رو از اونجا آوردم که خیلی انرژی و چیز میبره وقت میبره اعتماد سازی میبره یعنی همه اینا بعد دست به دست هم بده نه شاید که تو فکر بابا. من به من میگم نه یه اون تو اون کلیک هم هست البته من من تجربه اینم دیدم مثلا تو شاید الزاما با کسی رفیق چند چند ساله نیست آره. میبینی میبینی اصلا تایپت چیز آره بعضی موقع مثلا تو واقعا یه نفر رو میبینی که بدون هیچ دلیل و منطقی شاید احساس راحتی میکنی با اون شخص میدونی آره، 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 یعنی نمی... واقعا نمیتونی دلیل و منطق داره ولی دلیل و منطقشو مغز من من نمیتونم, نمیتونم بزنو بیارم من تو نیست مغز منطقی ما اینو نمیفهمه این م. همون چیز تکاملی است که چند میلیون سال قبل شکل گرفته و شما م. احساسی به یه دلیلی به اون آدم اه... اعتماد میکنی آره اصلا همین که راجع به این عشق در یک نگاه و اینکه چی میشه تو یکی رو میبینی خوشت میاد میگن تو چند ثانیه میتونی تشخیص بدی از این آدم خوشت میاد یا نه اینا ما بهش دسترسی نداریم که چرا اصلا ممکنه ما یه بوی از اون آدم به شما برسه که اون بوهاره که ما نمیفهمیم ولی این واقعا میتونه از لحاظ فیزیولوژیکی امکان پذیر باشه ام. ام. و اینا چیزایی که ما بهش دسترسی نداریم آگاهانه تو ناخودآگاهمونه حالا تو اینو میگی تو اون آدم که پنج دقیقه دیدی یه, یه چیزی توی وجود تو بوده که این رو فهمیده ولی این از دسترس خداگاه ما خارجه دقیقا آره میگم حالا شاید واقعا نیاز نداشته باشه که سالهای های نفر رو بشناسی آره. روش کار بکنی اینا یعنی یه لحظه مثلا یه نفر رو یه بار دیدی احساس میکنی که میتونی یه اتفاقی که تو زندگیت افتاده رو باهاش به اشتراک بذاری من ام. میگم خیلی سخت به وجود میاد و خیلی نادره همچین چیزی ولی خب وقتی آلی. به وجود میاد حداقل اینطوری بوده که من براش هیچ منطقی نداشتم که چرا این اتفاق افتاد ببخشید آره نه خوبه بگید من محلی سوال از کارون دارم, دارم در مورد اینی که گفتی اون استفه اول که حالا با خودت راحت باشی و اونا رو مطرح کنی تو خود با خودت این فکر نمیکنه حالا یه قسمتش به خاطر اینه که تو حالا این چند وقت اخیر هم اصلا کلا داری همون همون موضوع رو بردی زیر سوال اینی که اصلا من کیم که اون المنت های مختلفی که کنار هم گذاشته شده بوده از, از بچگی تا الان که تو رو تعریف کرده اونا رو بردی زیر سوال به خاطر همین الان فکر میکنی حتی راحت نیستی که در مورد خودت فکر کنی میدونی چی میگم آره میدونم یعنی فکر نمی کنی این تو این اینا که تو ذهنت هست باعث میشه که اینجوری فکر کنی ولی احساس میکنم کارم مزورش اینه که تو طول زندگیشم حالا شاید الان یک ساله مثلا به این اصلا داره به همسی فکر میکنه ولی قبلش هم میگه که همچین شاید من دارم شما میگم خود کانفرم کنی نه که همچین حالتی به وجود نیومده که بخواد 100 درصد با خودش مثلا راحت باشه یعنی توی سالهای گذشتم که همچین چیز زیر سوال نبرده بود و چیز دیگه بوده همچی اتفاق نیفتاد آره ببین اون چیزی که من زیر سال بردم اون فکر است جواب به این سال وقتی که از شما بپرسن شما کی شما شروع کنید فکر کردن که بگی من کیم مثلا من کسی هم که فلان دستاورد داشتم فلان کار کردم اونو من زیر سال بردم خب برای همین اول این اپیزود توضیح دادم که به نظر من اون حالا احساسات و احوالات درونی شما به اصالت شما نزدیک تا اون فکره چون اون فکره توسط فرهنگ تربیت تحصیلات خیلی چیزهای دیگه شکل گرفته ولی اون احساسات و عواطفه ممکنه به خود واقعی شما نزدیک تر باشه ولی به هر دلیل ما توی فرهنگمون فرهنگ ما میگیم انسانا توی اجتماع که بزرگ میشن ممکنه که یاد بگیرن اون احوالات رو به هر دلیلی کامل نشون ندن حالت لخت بودنه رو نداشته باشیم رو این حساب من حتی به همه اونها هم شک کرده باشم با اون فرض اولیه‌ای که داشتم که بیایید فرض کنیم که احساسات و عواطف به اصالت من نزدیک‌تره من درست. همچنان اون کارم انجام ندادم منظور درست. اینه درست درست. حالا تا این این یک و نیم قسمتی که تا الان رفتیم اینا همه رو من خودم گفته بودم اصلا نه از علم می اومد نه از فلسفه می اومد. افکار خودم بود از اینجا به بعد این سلسله اپیزودهای های به اینکه من هم قرار بریم اینجا یه ذره میخوایم تا جایی که سواد و تواناییشو داشته باشیم وارد فلسفه بشیم تقریبا فلسفه مدرن که ببینیم اونا چی گفتن یه سری آزمایش فکری است روی این قضیه که مربوط به این داستان آیدنتیتی و هویت حالا شما هست شما فرض کنید دو نفر عاشقن عاشق هم دیگهن رابطه عاطفی با هم دارن اله. بعد یکیشون از اون یکی بپرسه که چی و راجع به من دوست داری این جواب میتونه سر نخهایی بده از هویت شما به نظر من توی این آزمایش فکری ام. حالا مثلا جواب اگه یکی به اون یکی باشه که من از بدن تو دوست دارم من انهنای بدن دوست دارم این احتمال منطقی باشه آره این با به هویت اون آدم ربطی نداره حالا تو مثلا به این فکر کردید یا تو شرایطش بودید که یکی ازتون بپرسه نمیخوام فقط... تا بگم توضیح بدید شرایط فقط با... با... یعنی یه جواب که نمیدی که شروع کنی حرف زدن آره ولی خب فکر کردید آره دیگه آره آره چه آره چیزایی رو آره. توصیف میکنید خیلی کم نه زیاد بهش فکر نکردم نپرسیدن ازش چرا ولی من زیاد بهش فکر نکردم جواب ندادی رفت <تصفح> آره. آره بابش فکر کنم آره این یه فکر. آزمایش فکریه که ده... میتونه در واقع سر نخایی بده از اون داستان هویتی و حالا آدمایی که توی رابطه عاطفی هم میتونن رو تست کنن ببینن چه جوابایی میگیرن یا اصلا چه جوابایی میدن یه دونه دیگه هم هستش این که فرض کنید شما توی شرطی قرار بگیرید که به شما بگن که فقط یه عضو بدن تو میتونی نگه داری او چرت هست فقط میتونی نگه داری آره بقیه اعضا رو باید بدی نشون <تصفح> نه اصلا فقط یه نیم تنه ازت میمونه چرا چرا اینا تو خالی کدوم رو نگه میدارید حالا ایمان که گفت یه لحظه من زاره میخوام گیره بخواه بدم مثلا چشمم میره میتونی بگی من فقط چه شما نگه میدارم اون, یعنی که اون چیزی که نگه میداری تویی چیو نگه میداری آها آها کل من نباشیم مغز همو نگه میدارم آخه, آخه دیگه با مغز رو بذارید باشه نه نه یه دونه رو قرار نگه یه دونه من چشم یعنی تو چشمتی؟ آره حالا اینجوری نگو آخه مغزو دیگه باشه دیگه نه yeah, آقا آخه اگه مغز نباشه که چشم مثلا به درد نمیخوره تکون نمیخوره آفرین دیگه اگه با 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 مغز باشه اون ابزاری هم که شما باید نمیدونی که نمیدونی یه بیسلاینی داشته باشی خود که کاری نمیکنه. تو بیا قلبم میخواد اون کار آره یه, یه،, یه،, چیزی به ما بده توی این معامله نه قلبم نمیخواد نه اونی که ما میگه اونم نمیخواد آه. اصلا اهل آقا میشه در مورد اعضای <applause> من صحبت نکنین جلو روم خب میگفتی ادامه بده پس جواب درست داره این سوال یعنی اینجوری که تو داری میگی مغز باید نگه جواب درست که نداره ولی خب منطقش اینه که بگی مغز دیگه وقتی مغز نباشه تو چشم نداشته باشی دست نداشته باشی کلمن نداشته باشی دیگه میخوای چیکار کنی آفرین اینو دکارت برای ما توضیح داد دیگه, دیگه مغز دکارت. در شیشه رو اپیزود رفتیم راجبش مغ... تو تمام چیزه که فکر میکنی وجود داره سیگنالش داره به مغزت میرسه حالا مغز تو یه شبیه سازی کامپیوتری باشه فرقی نداره تو که نمیفهمی که واقعا وجود داری واقعا اینجایی یا نه آره. درست پس مغزی که هممون قبول داریم که مغزه بعد حالا میخوای به ما نه نه شوخی شما هر که دوست داری انتخاب کنی ولی مغز نباشه ببینم ازش چه استفاده میکنی خب که این مدت که مغزونه چه استفاده میکنی که حالا بدون مغزش باشه بعد حالا مثلا بگیم مغز شما فرض کن که این مغز شما شما یه سری خاطرات رو یادت میره یه سری مهارت هایی که داشتی یاد مثلا یه غذایی یا بچه بودی بلد بودی درست کنی الان دیگه نمیتونی یه ورزش رو خوب توش, توش خوب بودی الان دیگه نیستی الان تو عوض شدی مم. یا مثلا منی که الان 29 سالمه من دق دقای 15 سالگی ما دیگه اتوانا یادم نیست علاقه عوض شده دیگه آره. No. ما میتونیم بگیم مثلا ما عوض شدیم ما یه آدم جدیدیم با این کسان یادمونم نمیاد اون موقع چی میخواستیم یا بازم خودمونیم ریتوریکال کوسشن بود یعنی سال سال که فکر کنیم بهش دیگه درست مایک که گفتیم اکثریت مغز به جز ایمان که یه عضو دیگه رو برای که چش مثلا دو چش آخه من اون بعدن یادم بنزید بعد از بزود در مورد چش چیزی بگم آره بعد براتون بگم که اینجوریو آها و حالا اگه قبول کنیم که این مغز مهمه حرفای دکارت هم که شنیدیم بعد مستقل از اینکه سن و سال جسمی ما چقدره اگه ما بتونیم یه جوری شخصیت و رفتار و حالا احساسات و اون چیزایی که از مغز میاد بیرون رو شبیه سازی بکنیم ما زنده ایم تا زمانی که اون شبیه ساز زنده است درسته؟, درسته؟ درسته این آدم پیر میشن جسمشون خب از بین میره چون جسم دیگه توانایی موندن نداره ولی مغزه که میتونه باشه مغز شما بتونه بذاره. تو شیشه واقعا اون میتونه زنده باشه سریال Altered Carbon هم اگه دیده باشید ایدهش همینه اون تو آدما نمیمیرن چیزن میرا نیستن نامیران فانی نیستن و اینجوریه که اینجوری میتونید اکسترکت کنی تمام شخصیت و کرکتر آدم ها رو میریزی توی یه دونه فلش بعد میزنی به یه جسم دیگه خیلی جالبه دیگه این, این اتفاق اگه بیفته این تا تا زمانی عمد. که آره اون, اون طرز تفکر هست شما هم زنده اید درست جسمت هم از بین رفته باشه بعد آقای جان لاک ال او -E، فیلسوف انگلیسی قرن 17 اون زمان ظاهرا خیلی تحت تاثیر تحت تاثیر اون ایده رستاخیزی هستن که توی مسیحیت مطرح میشه که حالا مسیح از با اینکه جسمش از بین رفته جسمش از خاک میاد بیرون و به حالا دوباره زنده میشه خیلی آدما تحت تاثیر اون بودن و به این قضايا فکر میکردن که حالا بهش و جهنم که میخوان برن این اتفاق میفته چه جوری شکل میگیره بعد خب فکرم که مطرح میشد اگه یکی بعد شانس بوده باشه یه آدم خار خورده باشه تو نیم ساعت دفعش کرده باشه م. اون موقع چی میشه مثلا موقع رستاخیز اون جسمه براش چه اتفاقی میفته آقای جان لایک فیلسوف میگن که میاد یه مفهومی رو مطرح میکنه به اسم سیمنس آف کانشسنس ای این نیست نه آره. اون بود آره اون اصلا یه چیزی بود که چامتایزش شدیم سرش این کانشنسنس سیننس آف کانشنسنس در واقع بخشه سیننس آره خوب. اه یعنی که میاد همه چیزو به حافظه مربوط میکنه سانی. یعنی چی یعنی میگه که اگه یه نفری شما دو نفر در نظر بگی یک گناهکار یکی نیست اگه حافظه اون گناهکاره رو بذاری تو جسم اون غیر گناهکاره و این دو رو در واقع سویچ کنی با هم اون, اون جسمی که گناه رو نکرده ولی مغز گناهکار توشه باید مجازات شه نه این یکی همه چیز رو به حافظه و کانشسنس در واقع به آگاهی وصل میکنه یعنی اگه دو نفر باشن که عینا یه سری تجارب و یه سری شرایط مغزی رو داشته باشن از نظر این آدم تنها آره یکی باشن و خیلی در واقع خروجی های جالبی هم داره این طرز تفکر مثلا میگه که اگه یه کسی یه گناهی رو انجام داده باشه ولی دیگه یادش نباشه مستحق مجازات نیست چون از نظر این آدم دیگه اون آدم اون کار رو انجام نداده مم. ولی اگه اثر اون گناهش باشه هنوز توی اثر بحث است اثر میتونه باشه میگه چون اون آدم دیگه اون آدم نیست سیم نصاف کانشسنس وجود نداره درست چون آگاهیش هوشیاریش عوض شده میگه این یه آدم جدیده پس این دیگه نباید مجاز باشه خیلی جالبه در واقع این اولین تلاش ما برای اینه که جواب بدیم این سوال را و این فیلسوف قرن 17 انگلیسی اینطوری مطرح میکنه که همه چیز به اون حافظه برمیگرده اینو حالا داشته باشید ما هفته بعد بیشتر راجب به صحبت میکنیم نقد و اینا بهش هست ولی حالا با این تفاصیلی که گفتم حرف این آقای فیلسوف ما بذاریم کنار حرف اول اپیزود راجع به حالا حالات و احوالات و احساسات اگه به شما فرض کنید آینده است خیلی همه چیز پیشرفت کرده مثلا مثل اون سریال آلتر کاربن میخوایم که یه کپی از شما بگیریم خب. به شما دوتا آپشن میدن کپیه یه موجود دیگه یه که تمام افکار شما رو داره ام. احساس و عواطفش فرق داره یه کپی دیگه داریم که افکار شما رو نداره ولی عینا احساس و عواطف شما رو داره کدوم انتخاب میکنه؟ کدومش نزدیک تره به تو به نظرت <تصفح> چی؟ یه دونش هست که عواطف تو داره یه نشی تو نداره یکیش از احساسات عواطف تو رو داره افکار تو رو نداره آها. نمیتونه تو فکر کنه اون یکی برعکسه فکر تو رو نداره ولی عین حالات تو رو داره مال من مال من احساسات است احساسات ارزن منم احساسات فکر کنم آره من همینم قربونت برم خیلی خیلی جالبه <laughs> <applause> خیلی جالب ای چرا؟ این چرا به خاطر اینکه عموما جواب همین بوده یا داری همین نه نمیدونم سوال من مطرح کردم شرایطی هر مسئله میکنن بیشتر آره خیلی جالبه جالبه شد دقیق برای من اینه که من به شخص خودم هیچ وقت اعتنایی نداشتم به احساسات میگفتم بابا با با. مثلا ترشوهای هرمون حالا میاد و میره درست قابل اعتنا نیستش منطقه که مهمه چون منطق پایدار میمونه بل. ولی با توجه به تجاربی که چند هفته گذشته داشتم و حالا دوباره به این مسائل که فکر کردم متوجه میشم که اگه حالا یه موجود دیگه باشه بتونه مثلا فلان حسی که من تو بچگیم داشتم و اینن تجربه کنه اون بیشتر به من شبیه تا یکی باشه عین فکر منو بتونه انجام بده انگار <applause> این قضیه حالا حس و احوالات درونی از یه جای اصیل تری میاد تا صرفا فکر و منطقه من احساس میکنم منطقه ریپرودوسبل تره یعنی شاید افراد بیشتری میتونن با یک منطق فکر بکنن صفر و یکی تره نه آره حالا احساس میکنم که شاید مثلا منطق منطق دیگه میدونی یعنی زیاد چیز دیگه ای دخیلش نیست یعنی خب اون تاچ انسانیه شاید خیلی کمتر دخیلشه تا احساسات دیگه احساس میکنم احساسات آدم خیلی یونیک تره آره یعنی با اینکه این مثلا ماها احساساتمون میتونه با اینکه آدم مثلا میتونی شبیه باشی میتونی احساسات توی یه پوینت بخصوص توی یه موضوع به خصوص کاملا متفاوت باشه با یه آره. شخص دیگه برای همین اگه یکی باشه که واقعا درک کنه حالت شما رو اون ارتباط میتونه توی سطح خیلی پیشرفته برقرار بشه تا ارتباطی که طرف حتی هم فکر تو باشه تمام افکار تو رو بفهمه ولی حالت تو رو متوجه نشه, و این خیلی بر من جالب بود که من به این رسیدم چیزی بود که شاید مثلا قدیم میپرسیدی من فکر نمیکردم که ممکن اتفاق بیفته ولی به این موضوع که فکر کردم به این حالا آزمایش فکر ساعت اکسپریمنته اینجوری که نه این حالته به من نزدیکتره حتی یارو فکرش هم یکی نباشه ولی بتونه مثلا بفهمه اون تجربه بچگی منو یا تجربه الان منو این گزینه نزدیکتریه صد من بعد جلو این گزینه شما میتونید لخت باشید چرا چون لخت تو رو میفهمه خیلی جالبه اون که تو بودن منطق هیچ نقشی نداره با اون فرضی که من اول گفتم دیگه با اون فرضی که بیایم فرض کنیم اون لخت بودن بیشتر شما رو نمایندگی میکنه احساسات و عواطف باشه باشه جلو اون موجودی که واقعا اون رو بفهمه شما میتونید که تو اوج والنربل بودن خودتون قرار بگیرید اوج راحت باشی دیگه اون فیت فیت گفتی هفته پیش آره این اون فیت میشه نه ولی درسته آره ما هفته آینده سعی میکنیم با فلاسفه بیشتری برگردیم و آره لاک من این تمام شد حرفه آره. میتونم بحث رو کلن عوض کنم آره همیتون. اشکال نداره آره. کلا فضا رو عوض کنم به واسطه که اینجا خیلی گرمه مقدار لباسی که پوشیده میشه خیلی کمه خب تا به حال هیزی <تصح> رو عکس. از بیرون دیدین یعنی هیزی, هیزی. یعنی یکی هیزی در بیاره چقدر باید دیس رو تو هیز باشه نه نه روی یکی دیگه اصلا تو داری به شخص سوم یه هیزی داری یکی دیگه رو نگاه می‌کنی و تو میکنه. بگیری بگیر. <تصفح> ما کلیپی که رژیم فرست اون مرده من احساس من خیلی دیدم تو این چند روز و خیلی اه. زشته زشته حس بد میده اصلا زشته حس بد میده ما میره <تصفح> نه اصلا بعد بعضی هستن که دوست دارن مثلا با تو در صحبت کنن مثلا تو سوپرمارکت یکی یکی و هیزی کرد بعد برگشت به من کانفرمیشن داد که دیدی اینو شیر میخرم اصلا دم شیر مثلا خیلی داره من اذیت میکنه نمیدونم چرا یعنی میخوام اینم ما خودمونم مثلا اگه یه لحظه هیزی کنیم انقدر زشته که صد درصد همینه دیگه چه فرق میکنه بله اصلا کانفتبلی داره فکر میکنم سکوتی که هیچ چیزی نمیخواد بگو 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 چند کامنت میخوریم در مورد اپیزود قبلی هفته پیش ایمان حسین گفته که اگه ژنتیک و عوامل بیرونی که درسته کنار هم ژنتیک و عوامل بیرونی که کنار هم به نظرم تغییر یه اتفاق اکتسابی هست اما برای کسبش نیاز به تمرین دارن دارن کامنت بعدی واقعا گذاشتی میتونی تو کارون بخونی نه نمیتون لحظه خوبی ندارم ولی ایمان لحشهش خوبه نوید گفته که یه ضرب مسئله ترکی هست که میگه پخ 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 پخته پخ پخته یاش گرسی یخت یخته چرا نمیشه یا چرا اینجوری میکنی؟ یه پخ بخصی یا شکر دست <تصفح> اینگه تا ایران زندگی نکرده اصلا <تصفح> <تصفح> یخته ها یخته آره آره. ترجمه <تصفح> شو بخون راه گفته از خواهی میکنم گوه گوه تر و خوش نداره و نوید گفته به نظرم در ناخداگاه هیچ کس تغییر نمیکنه فقط میتونه عداشو در بیاره این نظر عکسی بود که نوید گفته بود اصلا مثال نقض هم هست برای گوه گوه تر خوش نداره یعنی اینطور نیست چرا تر خوش داردی؟ گوه خوش خیلی راحت تره برای پا گز... مثلا پا بره <تصفح> رو گوه گوه خیص حالا بیشه این اپیزود که از زیاد سواد نکنیم مریم نظر مخالف دوباره داده نسبت به نوید گفته آدم ها تغییر میکنن قطعاً اگه هیچ کاری نکنیم مثل هر سیستمی میل به بین از میکنه و عادتهای بد قوی تر میشن رفتارهای خوب که زحمت میخوان ضعیفتر میشن اما اگه تصمیم بگیریم که به سمت کمال حرکت کنیم و هدفمند باشیم میتونیم بهتر بشیم از منظر دیگه وقتی تغییرات تغییرات آدم ها به نفع ما باشه میگیم بهتر شده و اگه به ضرر ما باشه میگیم بدتر شده و فرزادم حالای نور داره اینقدر مثبته حالا نور <تصفح> 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 کامنت ها عالی و زیاده مرسی از همه گی مرسی <تصفح> واقعا قبل از اینکه اپیزود شروع بشه داشتیم در صحبت میکردیم که چه تغییر عجیبی در صنعت کامنت به وجود اومده برای خودکست و کامنت ها واقعا معنادار شده و واقعا ممنونیم, ممنونیم آره خیلی هم خونده میشه و ببخشید اگه حالا اینجا نمیخونید این هفته که گذشت آقای کریستیانو رونالدو رسید به رکورد آقای علی دایی و رسید؟ بله و الان... رد کرد یا الان نه جفتشون مصابیه فرانسه نه تا گل ملی زدن و علی دایی اه اه یه پست جالب گذاشت توی اینستاگرام و خیلی قشنگ تبریک گفت و... به نظر من زیبا بود و رونالدو هم یه کامنت گذاشت زیر اون پست و تشکر کرد گفت که با ما ما کوچیک شما کامنتش 358 هزار تا لایک خورده بله 31 هزار تا هم ریپلای روی کامنت بله همین بله. زبینم... هم استوری کرده خود, خود پست دایی تقریبا دو میلیون لایک گرفت ببینم بقیه چی ها گفتن یه ذریعه پایین گوچی خب اون بارت کامنت زردم بیا اینا آفتیکه ماشون همه نه. خیلی با میتونی نه میتونی چیز باشی و کامنت زرد بدی آره نه کامنت های زرد رو برید زیر اخبار بی بی سی میتونید پیدا کنید چیزی هست بتونی به اشتراک بذاری کلاً در مورد این خبر یا کلن؟ نه نه کلن اخباری که بی, بی میده من همیشه میرم کامنت های زیرشو میخونم همیشه یکی اون بالا هست که مثلا یه چیزی گفته که فالو بک این اینم داشتیم آن. که دیگه <تصفح> چه داشتیم این یه رکوردم داشتیم که اونم دیگه, دیگه ازمون از گرفتن دیگه خیلی وقت بود که در مورد فلوریدا صحبت نکرده بودیم تصمیم گرفتیم که این هفته خبر بگیم از فلوریدا یا آقای 38 ساله که رفته بوده از استارباکس یه حالا قهوه ای بگیره غذایی بگیره به خاطر اینکه توی اون نونی که حالا بیگلی که سفارش داده بوده پنیر نزاده بوده خانمی که استارباکس کار میکرده اسلحه میکشه روش آقا پنیر هم کو تو آمریکا تو فلوریدا به قران دیروز رفتم از... نزاده بودن یه از... از غذا بگوییم آن. از غذا از غذا پدر این دختر رئیس پلیس اون منطقه بودن و خب وقتی که این اسلحه رو میکشه سری پنیر چیزی هرچی میخواد بهش میده و میره و دیگه زنگ میزنه به پلیس و میافتن و رو بله میگیرن ایشون و حبسشون میکنن حالا پنیر فکر کنم اسلحه بکشی خیلی منطقیه طرف هنگری بوده هنگری <laughs> قبل میشه من یه خبر یه هوی بگم یه هوی فرزن من تو آسانسور که بودم داشتم از خونه بیام گرفتم فکر کنم اون بنده رو نه نه یه سری مرد عرقی و توی آسانسور توی فلوریدا بعد تو ذهنم بود بیام بخونم ولی الان یه هوی آدم افتاد ببخشین یه ساختمون چندین طبقه فلوریدا فرو ریخته خب تو اطلاع تکمیلی شو بگو چون منم همین الان دارم میخونم من کامل نخونم ولی 159 نفر میسینگن در حال حاضر که چهار تاشون کانادایی و این آپدیت یک ساعت پیش اومده که و خیلی عجیب غریبه. چند تا کشته داره بعد مثل که از قبلم هم راجع به امنیتون ساختمون یه سری صحبت ها شده بوده ساختمون پایین بود آره این فلوریدا جان چندین نفر گرفته چهار تاشون فعلا معلوم شده که کانادایی بودن و نه بابا خیلی اینکه دیزاسترس بوده امان از این فلوریدا هفته ای که گذشت یه بچه ای که دکنت گرفته یک سال پیش به بیشتر. دنیا آمده بوده در واقع دنبال کلمش هم نارس, نارس ب... بچه های نارس میگن دیگه بله بله که... نارس نار... اون میوه بچه ها ها میگن بله, بله میگن. شاید... ب... یا میرسه یا نارسه دیگه اه... یه بچه ای به دنیا میاد در هر حال سال پیش که درصد زنده موندنش و دکترا گفته بودن اصلا صفر درصد شفت. یعنی اصلا هیچ, در... هیچ امکانی نداره که این زنده بمونه به خاطر اینکه وزن بچه زیر یک پوند بوده مثلا 400 500 گرم میشه نه و کلا توی یه کف دست مامان باباش هم دیگه به زور جا میشه 131 روز زود به دنیا اومده اه... چهار ماه و برخلاف همه این احتمالاتی که آقایشون زنده نمونه و اینها زنده مونه و این هفته تولد یک سالگیش بوده عکس داریم ازش عکس آره بالاتر بود چه سر بود گیر کرد اینجا بله گیر کرد کانکشن has بین لاست بله عکس داریم ازش داریم ولی شما نمی‌تونید ببینید خیلی سخته یه تغییر بده به ما نشون به ما میدادی کافی بود آره کارو ولی اینا داره ولی خب من سوالی اید. که دارم اینه که بعد از اینکه مثلا پریمچور به دنیا میان سنش از کی حساب میشه اه... توی یعنی نه, نه, نه نه, بعدش یعنی میتونن به اون رشته برسن یا تا آخر عمرشون دیگه یه سری مشکلاتی هست که بعد باشه آره یه سری مشکلاتی که داره طبیعیه دیگه به هر حال ما مثالشو داشتیم توی نزدیکان تا الان که رشد به صورت خوب در یه ماه اینا اونایی که تو هفت ماه بود دو ماه این کلا پنج ماه بود حالا این سوال من مسخره بود نه بزنه منم رسید به زبون نبرد یه حالا من خب تکنولوژی مشخصی خیلی دخیل بوده دیگه به هر حال اگه این اتفاق چه میدونم ده سال 20 سال پیش بود شاید زنده نمیمون دیگه بعد من داشتم فکر به این سمتی که داره میره تکنولوژی و اینها شاید مثلا همون اوایل بچه رو یه جوری چیز کنم بچه اصلا توی توی دستگاه بزرگ بشه دیگه اون نه ماه دیگه ام. ام مثلا خیلی عجیبه ممکنه تو مشکل اخلاقی داره همه این چیزا که اصولا میرن از سرش کشورهای دیگه که <تصفح> اون مشکلات نیست انجام میدن کنم مکزیکو کوبا نه اون جواب نمیزنم یه خبر جالب دیگه البته جالب که نبود یه قسمتی جالب برای من به خاطر اینکه خیلی توی حالا هم کوچیکتر که بودم هم هم اخیر یه آنتی ویروس بود و هست به نام مکفی و خب اسمش رو خیلی من شنیده بودم مطمئنم خیلی دیگه شنیده بودن ولی نمیدونستم که حالا شخصی که پشتشه کیه و اصلا کی اینو نوشته آقای جان مکافی بوده که متاسفانه این هفته توی یک سلول توی زندان توی اسپانیا جسدش پیدا میکنن شهد. و خب دلیل حالا فوتش رو نوشتن خودکشی این مکافی آره <applause> حالا به خاطر این بوده که کلا در یکی اسپانیا هم بوده به خاطر این بوده که تو آمریکا مثل پرونده داشته پرونده مالی و اینها برای تکس و این داستان ها و آمریکا تو اسپانیا خفتش رو گرفته بوده ب... توی زندان بوده <تصفح> <گرفته شو> <تصفح> 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 خفتش گرفته بوده <تصفح> حتی ما جایدان داریم میفهمیم که اون ادبیاتی که قدیم به کار میبردیم اشتباه از حلقومش عرفای خوبی داریم یاد بیرون الان ادبیات جدیدی داره تو فرهنگ ما یه, یه تویت جالبیه این مسئله این بوده که یه تویت زده این آقای جان نمیدونم تاریخش رو اینجا زده بله 3 نوامبر 2019 گفته که من آمریکا دولت آمریکا خیلی داره منو تهدید میکنه و به من گفتن که ما یه جوری تو رو میکشیمت که We are going to kill yourself آره که مثلا نشون بدیم که تو خودکشی کردی و یه so, وقت دیگه. Dollar, آره یه تطویی هم میزنه و نوشته که من این تتو رو میزنم که اگر که خودکشی کردم بدونید من اصلا قصد خودکشی نداشتم این هم رفت برای یه دیگه خیلی خوب مرسی که این هفته رو هم با ما بودید دم همگی ما توی تمام فضای مجازی اسم اون توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب مرسی که یوتیوب رو سابسکرایب میکنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ